دهخوردی هستم، متولد 1362، از استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد. از اونجایی که نشونه ها همیشه توی زندگی من خیلی اثرگذار بود، گفتم که امتحانش میکنم و آدرس اون مجموعه رو گرفتم. توی اون مجموعه توی یک جلسه شرکت کردم و گفتم که باید ببینم نتیجه چی میشه و ریسک کردم. نقطه عطف زندگی من از اونجا شروع شد، چون فهمیدم که یه سری گره‌های ذهنی من دارم و طی تمرینایی که اونجا به من دادن، یکی از تمرینای جالبش اینجا بود که میگفت که دنبال شغل‌های جدید باشی، شغل‌های جدید با روش‌های جدید، مثل کارهای اینترنتی، مثل اینستاگرام، مثل دیجیتال مارکتینگ و چیزهای دیگه. میگفت که برید اونجا بچرخید، ببینید چه چیزی دوست دارید، ببینید چه چیزی شما رو جذب میکنه. شما هر کدومتون برای چیزی ساخته شدید و رسالتی دارید و این خیلی بر من جذابیت داشت و من این کار رو انجام دادم، این تمرین رو انجام دادم تا اینکه چشمم به یه پیام تبلیغاتی افتاد که روش بازرگانی نوشته شده بود. فکر میکنم بعد از دو ماه من همایشی برگزار شد توی ساری که من اون همایش رو شرکت کردم تا ببینم این مجموعه دقیقاً حرف حسابش چیه. توی همایش متوجه شدم که بهترین مکان برای معرفی خودم فضای مجازی و جایی که میتونم مشتری‌ها به سمت من بیاد فضای مجازیه، جایی که میتونم مشتری‌های عمده داشته باشم فضای مجازیه. و با همین انرژی برگشتم و برند کشکینه رو ثبت کردم و کار خودم رو شروع کردم. خانم دهکردی علارغم ترس‌هایی که در وجودش داشت با مشاورین ما ارتباط برقرار کرد و در نهایت کارش رو شروع کرد و امروز با اقتدار میگیم روی محصول کشف به عنوان یک بانوی ایرانی به کشورهای زیادی تونسته این محصول صادر کنه و ارزاوری برای کشورش داشته باشه و به نوبه خودش به اقتصاد کشورش کمک کنه. اینجا خط تولید ماست، جایی که کشکای محلیمون رو از روستا میگیریم تا یه فرایندی و شستشوها و گذروندن از چندین مرحله تبدیلش میکنیم به کشک مایه. و قسمت دیگه ای از کار ما تبدیل شیر به کشکه که شیر تبدیل به ماست میشه و ماستش چکیده میشه و حالا طی اون هم فرایندهای خاص خودش اونو تبدیل به کشکای خشک 100% خالص میکنیم. اینجا آزمایشگاه است، جایی که ما محصول خودمونو چه هم کشک مایه و هم کشک خشکمونو میاریم اینجا، چه از لحاظ میکروبی چه از لحاظ شیمیایی بررسی میشه و نتیجه نهایی به قسمت تولید میره و بعد از اون برای بخش صادرات و برای بخش داخل کارهای نهاییش ما انجام میده. بعد از مشاوره گرفتن از اساتید و انتخاب حوزه لبنیات، در حال حاضر با چندین خط تولید کشک مایع، خشک و قرقرود در حال فعالیت و صادرات هستم. تو رای در رهن و هیچ مپرس، خود کرده بگوید راحت چیست.